سیمای زن در افغانستان، پنجره بسوی روشنایی، برنامه از رادیو کتاب. با عرض سلام به مخاطبان عزیز رادیو کتاب، نینا بیرونی هستم. تشکر که همراه برنامه سیمای زن در افغانستان هستین. برنامه امروز را با شعر عارف بزرگ مولانا آغاز میکنیم. بی خبر از همدگرا سود خوابیدن چه سود، بر مزار مردگان خیش نالیدن چه سود، بر مزار مردگان خیش نالیدن چه سود. زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید، ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود. ما در این برنامه سیمای زن تلاش داریم تا با جمعی از خواهران عزیزم، خانم عذرا جان محسنی، بانو صدابه جان کامروا، بانو منیژه جان بینش و بانو حسینا جان رحمانی جمع شویم تا به حل مشکل بانوان افغانستان به صورت ریشه‌ای بپردازیم. برای حل این مشکل هر هفته یکی دو ساعت وقت خیش را برای ساختن و ضبط این برنامه اختصاص می دهیم. و توقع ما از سایرین بانوان هموطن ما است که در این کار ما را یاری کنند. در برنامه امروز موضوعات زیر گنجانده شده. بانو عذرا جان محسنی بیان خاطره می کنند. بانو صدابه جان کامروا که از شاعرای جوان و به نام خانما در لندن هستند، قرار است که برای ما یک شعر و دکلما بخوانند امروز، و خانم حسینه جان رحمانی هم نتیجه گیری برنامه را به عهده دارند. خب اگر موافق باشین همراه بانو عذرا جان محسنی شروع میکنیم. به نام خدای آزادی، خاطره که امشب برایتون بازگو میکنم سرنوشت دختر 9 ساله افغان است و یک داستان تراژدی که متاسفانه هر از چندگاهی تکرار می شود. بعد از ظهر یک روز پر از غم و سختی بود که ناگهان دروازه را به شدت زدند. کسی در را باز کرد. نفر با عجله وارد شد. با صدای بلند گفت: حاج آقا کجاست؟ حاج آقا پدرم بود که در منطقه خود شخصیتی با نفوذ و قابل احترام بود. مادرم با ورختایی جواب داد: چی شده، خیریت است؟ آن مرد با سراسیمگی جواب داد که الاداد را آوردن تا بکشم. زن قاسم میخواهد با چاقو بکشد. بسیار شوکه شدم. قریب بود سکته کنم، چون تا آن زمان با چنین مواردی برنخورده بودم. به حد دلم میسوخت. از آرامشم کاملا از بین رفته بود. الاداد دارای 3 فرزند کوچک بود و بسیار هم فقیر و در بدر. یک مادر پیر و مریضی داشت که گاهی از فرط بیچارگی در خانه های مردم لباس شویی میکرد. این داستان غمانگیز از وقتی شروع شد که خانواده مرد فقیری که اسمش نیز فقیر بود، از فرط ناچاری از یک مردی به نام قاسم پول قرض گرفته بود. فقیر خودش هم فلج بود، خانوم بیچارهش هم که معیوب بود، و به هر حال زن بیچاره پول قرض را برگردانده نتوانسته بود. از طرف قاسم بدبخت هم دنبال زن بود. این خانواده غریب را زیر فشار قرار داد که دختر نوجوانش را به او بدهد. این کودک بخت برگشته 7 سال داشت، به خبر از همه چیز. مردی که حدود 40 سال داشت و مادر مینا، یعنی مادر دختر، را به هر ترتیبی که بود راضی کرد و خودش قول داد که تا دختر جوان نشده در خانه خودت بماند. به همین طور با نیرنگ و فریب گهگاهی برای دخترک بادام و چارمغز می خرید، به قول خودشان که زود کلان شد. با عرض معذرت، خیلی در فرصت کم نوشتیم. اگر بعضی جاهایش گنگ است شما می تونید پسان سوال کنید. دیری نگذشت که هر روز به مادر مینا فشار می آورد و می گفت باید که آدمم را بدهید. در افغانستان رواج است که کسی دختر را به عقد خود در می آورند، او را آدم خود حساب می کند. این هم یکی از هزاران مشکلات دختران دهات افغانستان است که در خانه پدر و برادرش و در خانه شوهرش صاحبش حساب می شود. بالاخره با کمال وقاحت مادر مینا را راضی می کند که عروسی کند. مینا دختر 10 ساله با مرد 40 ساله عروسی میکنه. در شب زفاف داد و بیداد راه میندازد که این دختر نیست.
یک زن بیوه است. شما مرا فریب دادید، یک بیوه زن را به نام دختر دادید و از این قبیل حرف ها. مینوگگ مظلوم 10 ساله را چنان میزند که از هوش می رود. بدن زخمی و بیهوش او را در خانه مادرش می اندازد و خودش با اسلحه‌ای که در دست داشت همه را تهدید می کند و تهدید به مرگ می کند. به حدی هرج مرج را می اندازد که تمام دهکده را در بر می گیرد. داد و فریاد راه می اندازد که قومای دختر باید خون این دختر را بخرند، وگرنه من این بیوه را می کشم. باید پول خونبهایش را بدهند، وگرنه همه این خانواده را به قتل می رسند. این داستان مدتی دوام کرد. مولای منطقه آدم خیر بود، حاضر شد که خون این دخترک محکوم به مرگ را خریداری کند، اما آن مرد مغرور و فاسد قبول نکرد. با پادرمیانی جمعی از افراد خیرخواه حاضر به پرداخت خونبه های این دختر شدند، اما این غول به وجدان باز قبول نکرد. قومای دختر هم که افراد فقیر بودند و هم به قول خودشان دلیلی بر این مدعا نداشت که خونبه ها را پرداخت کنند. قریه ما همچنان و قریه همجوار ما روز به روز وحشتشون زیادتر می شود. چون آن زمان حکومت مرکزی وجود نداشت که از جنایت جلوگیری کند، هر کسی تفنگ داشت در منطقه خود حکومت می کرد. مینوگه که مظلوم همچنان در زیر شکنجه این مرد ظالم می سخت. این ظلم مدتی تقریبا چند ماه ادامه داشت. مردم را منع کرده بودند که با این خانواده رفت آمد نکنند. اما بعضی از زنان منطقه که جرأت داشتند خانه مادر مینا سر می زد. همه ایشان قصه وحشت از شکنجه این دخترک بیچاره را داشتند. بعد از چند مدت نامه ای از این مرد جاهل عنوانی مردم منطقه آمد که در آن نامه نوشته شده بود بروید جنازه مینا را در بین فلان قاده، که در اصطلاح مردم هزارگی سنگ های کلان قاده میگه، بیاورید. جنازهش را بیاورید. مادر مینای بیچاره با چند تن دیگر رفتند که جنازه تکه پارچه و بدن کوچک مینا را با بدن کوچک مینا روبرو شدند. بدن دخترک را به حدی با ضربات چاقو زده بود که به درستی شناخته نمیشد. مردکه ظالم بعدها خودش گفته بود من به او گفتم که لباس نوت را بپوش که پیش مادرت می رویم. او را با همان لباس تکه پارچهش کردند. امان از دست سیاست های پلید که اسلحه را به دست زنگی مست می دهند. داستان غمانگیز دخترک فقیر این گونه پایان می یابد و بدن پاره پارهش را به خاک می سپارند. مادر غریب و معلولش با غم بزرگ مینا و یک مشت بچه های خردسال و شوهر فلج می ماند. اما قریه ما همچنان در وحشت به سر می بود. مینا یک ماما داشت که مدتها از قریه خود دور بود. وقتی خبر مرگ مینا را می شنود به قول مردم سر غیرت می شود و مرد قاتل را در خانه کسی به نام الاداد مهمان می کند. درست مانند مینا که او را به قتل می رسند و جسدش را به دره پرت می کند. خودش از صحه فرار می کند. کسی پیدا نمی تواند. جهل بیداد می کرد. قاسم مینا را کشت و خودش هم به همان ترتیب کشته شد. اما دو قریه بین خود افتاد. الاداد به خبر از همه چیز را می آورند و در بین قریه قومای مینا با یک حالت خیلی فجیع از بین می برند. حالا آتش جنگ چنان شعله‌ور شد و آرامش کاملا از بین دو قریه همجوار از بین رفت. به همین منوال این جنگ مدت ها دوام کرد. من که جوان 16 ساله بودم همیشه از این ناحیه که زنان چرا باید این همه زجر بکشند دائم فکر میکردم که یک راهی برای این معضل زنان باید پیدا شود. اما این که چگونه برایم نقطه کوری بود. آیا جمع ما موفق به پیدا نمودن راه حل می شود؟ تا خاطره دیگر بدرود. اگر نقطه اون برتان گنگ است حاضرم تشریح کن. من قبول کردم از اول ولی پسان دیدم که
ایتور یک داستان نوشته کردنش بر کس کیزی خیلی تجربه نویسندگی نداره آسان نیست. امیدوارم که چیزی فهمیده شده باشه. تشکر از شما خانم حسینی عزیز. فقط این داستان یک داستان حقیقی بود که شما گفتین؟ بله این داستان حقیقت دارم. بسیار داستان غم‌انگیزی بود و حتما یکی از قربانیایی بود که ما در کشور بله خودمون داشتیم، یعنی متاسفانه ما بسیار زیاد از این موارد میدیدیم. امیال من خودم باورتان نمیشه، اگر قلم از دست گرفتن نمیتونم، بسیار جگرخون شدم، اشک ریختیم و واقعا بسیار سخت. هرچند تمام زنای افغان ما، کسایی که ضد مهاجرت بودن، به نظر من کسایی که در افغانستان بودن به او سهمیه، برحال همه ناراحتی هایی دارن از این فرهنگ غلطی که من نمیفهمم چرا واقعا دامنگیر مردم افغانستان شدن. شاید اون قریه که شما زندگی میکردین، نمیفهمم چند خانه بود، ولی حتما دخترایی بودن که احترام میشدن، زنایی بودن که از مردایشون احترام میشدن، و کاش دنیا اینا را یاد میگرفت که افغان خانواده قسمی هم دارن. زیاد تشکر، اگر کسی سوالی داره میتونن پرسان کنن. خوب از رجون بسیار تشکر، قصه بسیار غم انگیز بود، واقعا متاثر شدیم. فقط یک سوال دی بود که اینمی کدام سال بود؟ سالای افغانستان خوب پر از تنش و جنگ و گاهی ما دموکراسی داشتیم و گاهی پیش از اون سالای جنگ بود و نمیفهم که در کدام سال بود. ایرا میخواستم بفهم که در وقت چیال بود در وطن، کدام حکومت بود. و دیگه ای که شما گفتین اصل قصتون که امو علادات کسی که چیز کشته میشه، اینالی ای علادات کسی است که در خانه یزی بالاخره امو آدم قاتل کشتنه آره مامای مینا در خانه علادات وقتی او کشته میشه، بنا نو خودش از خانواده امو مینا است، مامای مینا. اینالی پس دوباره امی علادات توسط خانواده مینا کشته شد یا خانواده او مرد قاسم جانی که به اصطلاح اینا گرفته بود، قاسم بلیان. شما گفتین که علاداد هم توسط خانواده مینا کشته شد. این سوال پیش ما بود که خانواده مینا نه، شاید که خانواده قاسم شاید به خاطر که خانم در خانه داره از خانواده مهمان بودنه. قاسم. بله بله درست سوال شد و سالش ببخشید یادتان مونده بود. سوالش شاید که 1361 یا 62 بود، دقیق خیلی دقیق از خاطر من نیست، اونتا دمی حدودا بود. یعنی زمان خلقیا بود دیگه، زمان حکومت خلق بله پرچم زمان بود. خلقیا بود و ما در منطقه آزاد شده بودیم، منطقه بود که حکومت آه مرکزی نبود مجاهدین، و در منطقه بود که مجاهدین تسلط داشت. و در زمان خیلی نوشتن شما چه احساسی داشتین وقتی که همی داستان رو نوشته میکردین؟ آیا او خاطرات به خاطر از اینکه من فکر میکنم ظلم و ستم درسته به مینا و خانوادش و قریه روا شد، یک داستانی رقم بود، اما از دید شما که بیننده بودین، چون یک وقت دیدن یک ظلم خودش بسیار مشکله، یعنی فرق نداره با کسی که شاید قربانی میشد، تا پس ببینم وقتی شما ایران نوشته میکردیم چه احساسی داشتین، وقتی میخوانین چه احساسی داشتین، آیا دقیقا امون چیزا چهره تان می آمد، احساستان چطور می شد و آل چه کار می تانستین که می کردین در اون زمان، که اگر که نمی فهم موقعیت آل، فکر آل، شرایط آل را امیال را داشتین، فکر می کنین که خودتان باید چه کار می کردین در رابطه، یا ای که امون کسای دیگه ای که می تانستن که از این جنگ حتی جلوگیری کنن، از قتل بیشتر جلوگیری کنن، به نظر شما چی می شد، یعنی چه اتفاق می افتاد؟ از اینکه گفتی چه احساس داشتی؟ سوال قسم بود گفتی چه احساس داشتی؟ احساس من هر لحظه یک آه می کشتم و او خاطره ها زنده می شد. من چند قبل یک کسی که می خواست کتاب نوشته کنه برای شمیر گفتم که ما از وقتی که در افغانستان در 50 سال جنگ سپری کردیم، کلش را فضای وحشتناک دیدیم. به حدی وحشت بود که یه داستان یکی از هزاران داستانی است که ما یاد داریم در افغانستان به مو رقم زندگی کردیم و سپری کردیم و جوان ها همونطور حق و ناق کشته می شدن و بسیار در حالت فجیع
ما برش گفتم که چقدر تکرار میکنی امیره، چقدر از عمرت مانده اجازه بدی برت که یک دفعه راحت شوی و راحتی رو تجربه کنی. از دو روز پیش که من می داستان خواستم نوشته کنم، هر لحظه ای گپ در یاد خودم می آمد که خب تو هم یک چیزی که 20 و چند سال، شاید 30 و چند سال از او گذشته، تو باز می خواهی که هی متصل تکرار کن. ولی ای داستان شما از ما شنیدین، اما مایی که در چشم خود دیدیم آسان نیستی و این تراژدی همیشه قد آدم است. آیا اولین بار بود که ای داستان اینجا نقل کردین برای دیگران؟ جان؟ ای داستان اولین بار اینجا برای ما نقل کردین یا جدای از فامیل برای بله، اولین بار بر شما قصه کرد. و اول چه احساس دارین بعد از بیانش؟ چه احساس دارین؟ ای که و زمانی که نوشته میکردین احساسانو گفتین، اول چه احساس دارین که امیره گفتین از دلتون آمد یک چند نفر دیگر ما باید شد؟ درسته ای داستان ها زیاده، ولی دقیق همی داستانی که به ما گفتین، آیا سبکتر شد دلتان ای که چند نفر دیگه برای شما متاثر شد؟ میفهمه که واقعا سخت شرایط شما را درک میکنه، که واقعا شما چندین سال از این ماجرا شما هم رنج بردین و یک رنج بود که شما هم کشیدین. قبلا هم در گروه نوشته کردم، گفتم من همیشه خوش دارم که خبر خوش بر کس بدیم، یک گپ خوب بزنم بر کسی. حد اکثر تلاش می به دخترکایی که پیش ما زیاد می آمد در افغانستان، گروه گروه می آمدن و هفتوار ما جلسه داشتیم، بر از اونا همیشه کوشش می کنم از امید قصه کنم. همیشه برشان می گفتم که تو شاهین قفس مستانه بشکن به پرواز، های مستی کن پی بر آزادگان، داغ اسارت سخت ننگین است. از این رقم گپا و خوشحال بودم که جوانا با انرژی و با امید پیش برو. این داستان تراژدی را که گفتم برازی در اینجا یاد آمد که اولا ای که یک اکثرا کسایی که در اینجا است درک نمیکنه که در دهات افغانستان چی میگذره. گفتم احساس کردم که مسئولیت ما همی است که حداقل امیالی که میتونیم از امی کنج خانه خود شته هستیم، به تعداد کسایی همی داستان غم انگیزی خانمای اطراف افغانستان قصه کنیم، بان که خبر شو مردم. کسایی که احساس مسئولیت میکنه، جوان است و میخواهد در این راستا مبارزه کنه، خوب است که بفهمه که چی مگذره در اونجا. و اگر واقعا بینندگان باشه که صدای شما رو بشنوند، شاید قبل از اینکه مثلا مردای ما قبل از اینکه عروسی کنن بفهمن که، یعنی یکم فکر کنن به ظلمه و بدانن که با خانم چطور باید برخورد کنن. انشاءالله که خودتان هم سبکتر شده باشین، ولی خب واقعا از اسم ما سلامت چیزی باشید برای عزیزم، ما باز در خدمتون. داستان های غم انگیز تر از این هم است، ولی زیاد نمیخوایم آزار بدیم، اما صرف به خاطر معلومات اگر کسی خواست باز تشکر از شما. باشید. خب اگر موافق باشین استفاده کنیم از دکلمه و شعر سودابه جان نازنین که یکی از مدافعین حقوق زن در لندن هستن، یکی از مدافعین حقوق زن جوان. خب به نام خدای قلم و قلم بدستان، خیلی تشکر از شما خانم عذرا. فعلا شعری که من انتخاب کرده و ایره به خدمتتان به خانش میگیرم، امیدوار هستم که طرف توجهتان قرار بگیرد. شبیه باد همیشه غریب بی وطن است، شبیه باد همیشه غریب بی وطن است، چقدر هسته و تنها چقدر مثل من است. کتاب قصه پر از شهر بی وفایی اوست، اگرچه او همه عمر به فکر ما شدن است. چه فرق می کند عذرا و لیلی و شیرین، که او حکایت یک رو در هزار تن است. قرار نیست معمای ساده‌ای باشد، کم شبیه شما و کم شبیه من است. کسی که کار جهان لنگ می زند بی او، فرشته نیست، پری نیست، حور نیست، زن است. بسیار زیبا بود صدابه جان نازنین، خیلی زیبا شعر گفتین، موفق باشین. در این قسمت بانو رحمانی نتیجه گیری برنامه را پیش میبرند. بفرمین خانم رحمانی. ممنون شما، با سلام و خسته نباشید حضور خواهران و شنوندگان گرامی رادیو کتاب. برنامه امروز به نظر من بسیار برنامه
پربار و دلچسب بود که انشاءالله مورد توجه بینندگان رادیو کتاب قرار بگیره. ما خاطره از خانم زرا را داشتیم که واقعا قصه خودش شریک سازی درد است، بخصوص که قصه زن افغانستان باشه. ما دردامون را با هم شریک ساختیم و داستان خودش از هزاران دردنامه زنای افغانستان بود که مطمئنا در هر گوشه و کنار این دردار را ما شاهد هستیم و هر کدام خواهرای ما که امروز هستند در مناطق خودشان شاهد بودن که چقدر از این داستانای غم‌انگیز زنای ما اثر می‌گذارند. من فکر میکنم رای ما با بسیار زیاد دراز است، مثل که شاعر میگه راهی ما رای دراز است و سفر باید کرد. واقعا تا رسیدن به عدالت ما رای بسیار درازی داریم و وضعیتی که امروز در افغانستان است یک وضعیت خاص است، یک وضعیتی است که در حقیقت ما همه ما میفهمیم که در چه حالت قرار داریم و چگونه درک میکنیم که زنای ما از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستند. خواهر ما که شعرشان خواندن، اما یک مصرعی از اینا بود که کسی که کار جهان لنگ میزند به او، فرشته نیست، پری نیست، حور نیست، زن است. و این واقعا خودش یک جهانگرد داره. امروز ما میبینیم که زنای افغانستان که نصف نفوس جامعه است محروم شدن از اجتماع و اجتماع ما مثل یک انسان لنگ است، مثل یک انسان است که با یک چشم میبینه، با یک دست کار میکنه و با یک پای راه میره و به او خاطر است که هیچ وقت جامعه به شارای ترقی نمیرسه. امیدوار استیم که ما خانما بتانیم برای زنها و دختران دربند وطنمان یک امیدی باشیم و با هم کشتی شکسته وطنمان را به جای برسانیم. انشاءالله شاد و سربلند باشیم تا برنامه های آینده که ما بتانیم یک راهی روشنی را برای زنان دربند وطن نشان بدیم. سلامت باشین و امید موفقیت های بیشترتان خواهران عزیز. تشکر خانم رحمانی و تشکر از همه شما بانوان محترم و تشکر از شما که تا این لحظه با برنامه سیمای زن از رادیو کتاب بودید. رادیو کتاب متعهد بر رعایت اصول رسانه ایست و تلاش میکند تریبون آزاد برای اکثریت خاموش جامعه ما و خصوص بانوان مظلوم باشد. دوستان با لایک، سابسکرایب، انتقاد و پیشنهادتان سیمای زن را تقویت کنید. شما می توانید از ایمیل آدرس و شماره واتساپ که روی صفحه ظاهر می شود با برنامه های سیمای زن در افغانستان همراه شوید. با ما همراه شوید تا ظلم و ظالم را مغلوب نمایید. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.